بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رفیع هستم، باشنده ولایت جوزجان، فعلا در بخش دنانوی مسئول خمیرگری هستم. هیچ کار آسان نیست محترم، طبعا مشکلات خود داره. باز الحمدلله یک دی ماه ورک رمضان یک رحمت خداوند است، سخت است طبعا، خب بازم خداوند خودش صبر و حوصله نصیب میکنه ان شاء الله. الحمدلله ماه مبارک رمضان یک ماه رحمت است، ماه خیر سخاوت است، ماشاءالله ماه مبارک رمضان یک ماهی است که او تک فامیل نیست که غریب غرابه باشه سر سرخانش بینه. از برکت ماه مبارک رمضان یک نو دو نو غذا طبعا اطمی هستم با واسطوان هر کس. الحمدلله ماه مبارک رمضان واقعا بنت که میگه یک ماه رحمت است. از نگاه معنی محترم قرار که شما مشاهده میکنین در نخست که اینجا مصروف کار هستیم، در ضمن از الحمدلله پیام نماز ما کنده نیست، در ختم کار خود طبعا عبادت است، از طرف شبانه ختم قرآن است، مصروف نمیده تا عهد توان فرصت که داریم، از این فرصت الحمدلله به خاطر عبادت استفاده میکنیم. ای کاش که این ماه مبارک رمضان 6 ماه می بود. یک ماه بسیار محدود است، خیلی کم است که فضل خدا از برکت ماه رمضان خیلی هم بگویم خوشی بگویم رحمت بگویم آرامی و آسایش خیلی بر آمده است. خدا را شکر خیلی خدا راحت احساس میکنم در یک ماه رمضان. در ماه مبارک رمضان بین دوستا و رفیقا طبعا بعض سوال جواب است، اگر ما نفهمیدیم اگر کسی نفهمید از اونها پرسون میکنیم یا اینا همچنان تو سوال خود از ما مطرح میکنه، تو کوشش میکنیم حداقل در ماه مبارک رمضان چیزی نمونه که ما خدا نخواسته به او مشکل دچار شیم با مشکلاتش، هم حداقل کوشش میکنیم با یاری هم دیگر سوالاتی که داریم مشکلاتی که داریم با هم دیگر خود شریک ساخته حل میکنیم. الحمدلله خوب کوشش میکنیم تو قدم خود رسیده نمیگیریم، خود تواز توان اگر فهم بدیم که بین خود این مشکلات حل میکنیم. نبود الحمدلله اینجا مساجد مولای مومن نزدیک است، بعض اوقات میان یکون تویش از اونو پرسپول میکنیم تا مشکلات خود رفع کنیم و خود نخواسته کدام نباشه چیزی نباشه که مو ازو نبرویم، چرا که فرض است، فرض است باید او را ادا کنیم. ماه مبارک رمضان اما تو که میبینین کلگی دان بر روزه است، کوشش میکنه یک چیز خوبتر به مردم پیشکش کنین، عالیتر بهتر باشه. خداوند فقر فرار از میان ما دور باشه، از افغانستان زیبای ما. خب طرفای ما در جوزجان الحمدلله کسایی هستن که واسطوانشون میرسه افطاری میته یا قربانی میکنن یا هر کی دوست توان خود دیگه یا به مساجد یک چیز یک طعم تهیه میکنه به خاطر مردم به خاطر افطاریش. اگر چی میگه یک دونه خرما هم صدقه کنی او یک اجر پاداش داره دنیا و آخرت. به می شکل هر کس با دوست توان خود دیگه مثلا ارائه میکنه خدمات به مردم. گفتنی من محترم به مردمی است که خصوصا به ماه مبارک رمضان اگر چی همیشه باید ایره به فکر خود داشته باشن، خصوصا به ماه مبارک رمضان شیشتن و خیستن عرف زدن خود به خاطر عبادتشون بسیار جدی باشه، خصوصا این زبان که است آدم باید زبان بسیار اختیار خود داشته باشه، کنترل داشته باشه. خدای نخواسته در ماه مبارک رمضان آدم کار نکنه که به خاطر روزش به خاطر عبادتش یک خلل پیدا شوه، تو کوشش کنه که حداقل مردم از دست از هر کس باید از زبانش در امان باشه.